پس از توافق دو کشور فرانسه و بریتانیا، نزدیک به 200 کودک و نوجوان بدون همراه طی هفته گذشته از کمپ کاله در شمال فرانسه به بریتانیا منتقل شدند. اما سازمان‌های خیریه فعال در اردوگاه موقت جنگل در نزدیکی کاله به کندی روند انتقال و شیوه پیچیده‌ای که دو کشور در این زمینه در نظر گرفته‌اند معترضند. سخنگوی یکی از این سازمان‌های غیردولتی می‌گوید مانند این است که روی صندلی خودروی نشسته باشید که بسیار آرام به سمت صخره‌ای در حال حرکت است. ما می‌دانیم که اردوگاه کاله تخریب خواهد شد و می‌دانیم که در آخرین تخریب 126 کودک ناپدید شدند و می‌دانیم که این بار این اتفاق می‌تواند خیلی بدتر روی دهد. مدیر شورای عالی منطقه همرسمیت و فولهام لندن نیز می‌گوید آنچه اتفاق خواهد افتاد این است که این کودکان توسط مددکاران اجتماعی آموزش می‌بینند و سپس به مراکز نگهداری از کودکان منتقل می‌شوند. بسیاری از این کارها در آخرین لحظه انجام می‌شود. خوب است که دولت نظرش را تغییر داده، اما خیلی دیر است. باید مطمئن شویم که هیچ کودکی در پشت سر باقی نخواهد ماند. مذاکره میان دو دولت درباره سرنوشت 1300 کودک و نوجوان بی‌سرپرستی که هنوز در این کمپ حضور دارند ادامه دارد.